عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران در مراسم افتتاح پروژه نیلباغ گفته که افغانستان و چین با هم وصل شدند و افغانستان به طرح یک کمربند و یک جاده و همچنان تکمیل شدن کریدور واخان به گونه مستقیم با هم وصل شوند و نیز تاکید کرده که امارت اسلامی از پلیسی چین واحد حمایت می کند. در این حال عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزیران پروژه بزرگ نیلباغ را یک گام مثبت و اساسی در راستای پیشرفت و توسعه افغانستان عنوان کرده است. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی هم افزوده که با حاکمیت امارت اسلامی تمام پروژه ها در کشور با شفافیت کامل تطبیق می شود و امارت اسلامی برای ایجاد رفاه آماده هر گونه قربانی می باشد. آغاز پروژه بزرگ نیلباغ در افغانستان. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران در مراسم افتتاح پروژه نیلباغ گفته که افغانستان و چین با وصل شدن افغانستان به طرح یک کمربند و یک جاده و همچنان تکمیل شدن کریدور واخان به گونه مستقیم با هم وصل شوند و نیز تاکید کرده که امارت اسلامی از پالیسی چین واحد حمایت می کند. امروز با واسطه همکاری کشور همسایه ما و با واسطه شرکت MCC و IPPR امروز شرکت پروژه بزرگ نیلباغ که در فاز اول 1400 آپارتمان بنا می شود و برای تخمیناً 5000 نفر مستقیم و غیر مستقیم کاریابی و اشتغال زایی میگردد در اینجا و از طرف کشور همسایه ما در اینجا در حدود 71 میلیون دلار بلاعوض سرمایه گذاری میگردد. واقعا جای نهایت خوشحالی است و انشاءالله ای آغاز و شروع پروژه های انکشافی است. در عین حال عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزیران پروژه بزرگ نیلباغ را یک گام مثبت و اساسی در راستای پیشرفت و توسعه افغانستان عنوان کرده است. در افغانستان اسلامی امارت د نورو زیربنایي پروژو تر څنګ د ودانیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي چې د نوي کابل د لومړي په دوهمه برخه او یو لړ نورې پروژې د نمونې په ډول یادولی شو. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی هم افزوده که با حاکمیت امارت اسلامی تمام پروژه ها در کشور با شفافیت کامل تطبیق می شوند و امارت اسلامی برای ایجاد رفاه آماده هر گونه قربانی می باشد. په خپل ځان ستړي کې د ملت وسایي غواړي. ان شاء الله افغانستان داسې نظام لري چې د خپل ځان ستړیا، بدخوابي، تکلیف هر څه دې ته آماده دي خو د ملت وسایي ته ان شاء الله ملا تړلې ده. د ملت د وسایي او د سوکالۍ او د آبادۍ لپاره موږ تاسې بې شمېره قربانۍ او شهادتونه او زندانونه وړي دي. بیا هم دې ته آماده یو چې په هر قسم قرباني باندې د ملت ته اسانی راځي هغه ته به موږ آماده یو او د هغه ته ژمن یو. پروژه نیلباغ شامل ساخت 1400 ساختمان مسکونی می باشد که با هزینه 71 میلیون دلار به کمک کشور چین ساخته می شود.